مالکیت هم به طور کلی اگر نگاه بکنیم مجموعه دنیا رو نگاه بکنیم، این مالکیت های به اصطلاح پابلیک هست، یعنی مال مردم هست. دولت ها به نیابت به اصطلاح رای میدن یا تنگ تکلیف میکنند. تنها جایی که در دنیا شاید جز معدود باشه، انگلستان تازگی این کار کرده، همیشه آمریکا چون اصلا نفتی هم نداره، حضورتون که عرض بکنم برای آمریکا داره. آمریکا تنها جایی است که دو تا چارچوب به اصطلاح فرم مالکیت داره. یکی مالکیت پابلیک هست که مال مردم هست، پابلیک لند بهش گفته میشه، که بیور آف لند منیجمنت آمریکا به زیر نظر دپارتمنت آف اینتریر به اصطلاح وزیر داخلی، داخلی به معنای وزیر به اصطلاح سرزمین های آمریکا به معنای اینکه منابع طبیعی رو استخراج میکنن، در عهده داره. یک قسمت هم بر اساس رول آف کپچر گفته میشه، این قانون قدیمی آمریکا بوده که هر جا رفتی زمین گرفت، زمین دست گذاشتی شما رو زمین، زیر زمینیش هم مال شما. بله اینم خب اینم همطور هستش و اینم در یه مقدار زیادی و بسیار هم از این هست در آمریکا انجام میشه. بقیه به طور کلی پابلیک به طور عمومی هست. بله خب و هیچ تعارضی هم نداره با گلوبالیزاسیون سرمایه، هیچ تعارضی هم نداره. من از هم از تئوریک، هم از تاریخی، هم از سیاسی فرموله کردم، سالهای سال این کاری کردم، کارم هست. به نگاه میکنیم میبینیم که در اون زمان بوده که وقتی میبینیم که بدون پدر میشه این جریانات بساز این کنسرت که قدیمی نوشته شده و این حرف ها، میبینیم که تعدادی از این ها عرض کردم لیبی یا الجزیره و غیره یا منزولا تایندازی اساسا چی کار میکنن؟ میگن خب ما دیگه مال ماست، دیگه مال مردم هست، حالا این به هر صورتی که فکر میکنن و خب به ترتیبی عمل میکنن و اغلب ناژنالایزش میکنن. تکنیکی من نشون دادم توی همین کتاب، جای دیگه هم هست، این اینفورمیشن هست که کسی بخواد نگاه کنه. بعد عربستان سعودی و کویت میمونه و مثلا ایران این حرفا، میبینیم که اینها خب اینا در رابطه با آمریکا هستن، تنگاتنگن، اینها استخونشون از اونا هست، خب اینا با هم هستن، خب اینا دلن هستن دمیشه جدا کرد، اینا همه هست. حتی اینها چیکار میکنن؟ اینها هم در حقیقت میگن خب چه بکنیم؟ و آخرش عربستان خیلی جالبه، شکل عربستانش خیلی جالبه که میاد میگه که خب ما 50%، 55% اکویتی به اصطلاح بیدید آفده مثلا کمپانی رو بدید. خب نه کمپانی تمام این دستش روی اون ذخایر نفت بوده دیگه، این که مال اوست، مال اون نبوده، به خاطر چرا مال اون نبوده؟ ذخایر عربستان سعودی، این بحث کردم من در مقابل یرگن که خیلی خیلی بی سرادانه این مسئله رو فرموله کرده توی کاراش که دانستن 91 کتاب پرایزش و غیره، عملا نادرست مال اونو نبوده که، چون بره مالکانه داره میگیره، مال اون نیست که، ولی به هر حال این بیس کلا کلا کردن به صورت اکانتینگ حساب داره. بیس چیکار میکنه؟ میگه 55%، بعد میگه 60%، بعد میگه 80%، بعد آخرش میگه خب من کامپیوتر میرم 70%. این معنی چیه؟ این چه معنی چی اصلا؟ این یعنی ناشنالیزیشن، این یعنی ملی کردن، این دیگه شوخی بردار نیست که اینجوری نیست که عاشقی که چیکار میکنه؟ شیخ به اینا میگن آمریکایی ها، این نوکر آمریکا این کار میکنه، نه این که مخالف آمریکاست، ولی به عینیت تحول رو نشون میده، عینیت گلوبالیزیشن سرمایه رو نشون میده، عینیت گلوبالیزیشن نفت رو نشون میده اساسا. و بعدم میبینید که شاه چی گفت؟ شاه گفت بودی خب گجا رو مریض میکرد شاه، آخرش گفت تا ایران سال 79 دیگه حالا همش برگرده بابا، یعنی موقعی که به قول معروف از سرقه سر رازیونه ها میگفتن، رازیانه ها بله اونا میگفتن، بله مثال شیرازیست، بله آب رب پای شیادانه، بله اونم گفته بود که عبد فوش هم خورد از فور متاسفانه جدی که، بله بله چه کردن؟ گفته بود ازان ست هستاد هفتاد هم که آقای مرخصش کردن. این است که این چطور شد مسئله نشنالیزیشن یا ملی کردن به صورت دیفکتو ها که گفته میشه روزای انگلیسی، یعنی عملا، حالا عملا یا اینتنشن انجام شده در بطن گلوبالیزاسیون سرمایه بودند در بخش نفت و این هیچ مقایرتی ندارد، یعنی رابطه رنت گفته میشه و رابطه سود دوتا
دو مقوله هستن در مقابل هم که تورجش کردم در نفس کاملا من سالای سال هیچ تضاد به معنای این که متعارف از نظر تکنیکی باشن ندارند، از نظر تئوری ندارند. تعارض خب برحال این کانتنشن به قول معروف وجود داره ولی ندارند. بله. و به این اساس بود که من در همین ماه گذشته دعوت داشتم در آرژانتین در بوئنوس آیرس، و در اون زمان بود که من مکمل این بحث رو کردم اونجا. خب از افرادی که نشسته بودن اونجا، از اینکه 2000 نفر نشسته بودن، از دانشجو نشسته بود تا وزیر و وکیل و هر کسی بود نشسته بود اونجا، دونه دونه من مشخص کردم و دو زبان هم بود، انگلیسی میگفتم و اوتوماتیک با سر به سرا به اسپانیایی هم ترجمه میشد، اونجا ضبط شد و غیره. این است که این گونه است. به این دلیل بود که من تایید کردم صحبت، یعنی کاری که خانم کشنر کرد. بله. کار درستی کرد به نظر من و این که اون مقاله نشتم. بله. و به این ترتیب مقاله ایجیو تایمز در حقیقت 8 می 2019 که توی ویب نگاهش کنید. این نکته ای راجع به ایران هم گفتم اونجا جریان بزنده خدمتون که عرض بکنم. پس این هم در مورد نشنالیزیشن. بذارید این نکته درسته اینه که داریم صحبت میکنیم نشنالیزیشن، این نکته هم در روی ایران خب به گوش میخوره، به حال این بحثا شده توی ایران. این نکته هم عرض بکنم. مدتی است حدودی 2-3 سال هست که خب یه بحثی از زمینه ای هست که خب این دولت احمدی نژاد که اینجوری کرده است و از اصطلاحی که این نیست که اونجوری نکرده است، بعد من یه نیست. بله. کلی نوشتم راجع به مسئله. بله. که این دولت فاشیستیه. بله. خدمتون که عرض بشه، خب پس از چنگش بذارید، چون دستش به نفت هست و این حرفا، بذارید چنگش بیرون بیاریم، همه از فرق پیز به اصطلاح بکنید، همه به این شرکت سامی درست کنید. یعنی این درست مثل این هست، یعنی این کاری هست که میذاره میشه، اسم افرادش هم نمیارن. خیلی جالب هست این افراد که حتی سر کلاس هم بعضیاشون میرن. بله. متاسفانه حضورتون که عرض کنم اسم نمیبرن. بله. حضورتون که عرض بکنم بی‌سواد، واقعا بی‌سواد، بی‌بینش. بله. و ارتجایی ضد ملی عملا در. بله. دقیقاً. و اساسا ببینید گفته شده که خب این شرکت سهامی یعنی چی؟ یعنی این ذخایر نفت رو که مال مجموعه مردمی که فردا هم دنیا میان، بچه من فردا دنیا میاد. بله. بچه شما، بچه تو ایران، بچه زاده ها، بله. نامیرون یه همه اون هست دیگه. بله. دیگه. دقیقا بله، یک نسل هم نیست. بله همه. بله. اینا رو بدیم دست اینا بزر. نه، شعور نگاه کنید، این نهایت شعور نگاه کنید. سرمایه که تنگاتنگ به سرمایه بین‌المللی هست، شکر سامی، سرمایه که تنگاتنگ با سرمایه بین‌المللی هست. یعنی شما دیگه نمیتونید بین سرمایه ایرانی، سرمایه فرنگی، حالا اینا یه وقتم جدا کردن ایرانه، ولی بازم که جدا کردن بازم نمیتونن جداش بکنن به اون ترتیب. یعنی خیلی پرابلم ایناست دیگه آمریکایی ها. یعنی میبینید این ترتیب چه بشه بدین دستشون ببرن. یعنی همین کاری که آرژانتینیا، یعنی این حکومت آرژانتین، همین کمپانی ژنرالا بودن اونجا، من یک به اصطلاح دریوری علیه یکی از جنرالاشون جو گفتم، من گفتم مواظب باش اینا هوادار وضعیت داره ممکن بزنن حتی این حرفا اونجا. این آرژانتین در حقیقت همون جنرالایی که شکست خوردن و خودفروشی کردند و نوکری کردند و سال 90 نگاه کنید تو آرژانتین که حتی آرژانتین رفت چیکار کرد؟ بنکراپ شد اوائل سالهای 2000. یعنی شکست کرد، نتونست پول زندگیشو بده. بله. نتونست پولشو بده یا شو بده، بیچاره شد. ها که این همین نستور شوهر همین خانم کریستینا کشنر که الان رئیس جمهور هست، که بعدم این رئیس جمهور شد ایشون، اینا نجاتش دادن در حقیقت. بله. دیدید این مسئله است. و خب این حرف نادرسته. دانشجوهایی هم پرورش دادن که بعضی وقتا یکشون رفته بوده هند، بعد سخن تلاشنی کرده باز از کسی که باید این کار بکنی بازی بازی پیگه. نه من توی یک مقاله در آرش در اومد، آرش 107 رو اگر نگاه بکنید دیگه مقاله من در اونجا هست. بله. میتونید فارسی هست. بله. میتونید نگاه بکنید. خدمتتون که عرض کنم پس این هم از این جریان آدم جست نگاه من نگاه بکنم ببینم که چه چیز رو نگفتم. بله. حضورتون که عرض کنم
یک نکته هست که چه کتاب های خوب هست. بله بله در نه. بله خیلی کتاب هست باور کنید. خب شما کدومشو پیشنهاد میکنید؟ بخواد آدم دانشجو بتونه همه رو تایید بکنه. بله تو جهان اینا همه به صورت ایمیلی بکنین هم در میاد تو امیدوارم بتونید همه رو هر جور که میتونید بگیرید. بله بسید کتاب واقعا جذابیت خود رو هیچ وقت از دست نده حتی اقل برای من. یکی کتاب الوستون هست انگلیسی که کنسرواتیبه، یک محافظ کار انگلیسی ولی با شرف فرهیخته و جریان رو دقیقا میدونستون توی این کتاب آشناس با کتاب. کتابشو حتی چاپ نمی کردن موقع که برمیگرده به انگلیس که این حقایق رو نیاد بیرون. بله. هیگن پال یکی از بسیار پابلیشرهایی هست که این مدار چپ بوده او چپش میکنه که من رفعه دارم هیگن پال. بله و این یکی هست The Persian Oil Study of the Power of Politics ترجمه شده ترجمه هم بد نیست. البته من جای شما باشم هم انگلیسیش میخونم هم فارسیش میخونم. بله بله. دوم کتاب مصطفی علم هست. بله مصطفی علم یک کتاب بسیار جالبه. این کتاب من بررسی کردم در حضورتون که عرض کنم خدمتتون که عرض کنم در میدلیست ستالی بسوسی افتر ماده. بله حالا مهم نیست من چجوری بررسیش کردم، بگذاریم که برای چویس هم من بررسیش کردم بهترین کتاب سال شد، پیپر بکش بیرون اومد سال بعد 1993 1992 در اومده بود هارد بکش به اصطلاح. و خدمتتون که عرض بکنم این کتاب کتابی است که سیراکیوس یونیورسیتی پرس سرش بیرون. این یکی از بهترین کتاب‌های دقیقی است که به اون زمان می‌پردازه و دیتیل داره، به اسناد رجوع می‌کنه، آدم دقیقی هست، آدم واردی هست، فرهیخته هست. و با ایشون من یک موقعیتی داشتیم که در سالهای قدیمتر اوائل سال 1990 بود، من در هاروارد مرکز تحقیقات خاورمیانه بودم و دوست من که اونم اونجا بود رضا علوی از من پرسید، دعوت میکرد، معمولا نمایندگی داشت از طرف اون مرکز تحقیقات که این آدم های فرهیخته و چیزا که به درد میخورن دعوت کنه. گفتم که ایشون دعوت باید بشود، ایشون افتخار داد، دعوتش کردیم از انگلستان و اومد یه شامی هم خوردیم و بهش اونجا دقیقا گفتم این تجلیل باید کرد از دادی که این چنین برخورد میکنن و بیهدی سر صدا صداییشون کجا شنیدید که ما نمیشنویم و این چقدر جالبه که آدم فرهیخته کتاب خوبی نوشته. و این رکومندیشن من هست که این کتاب رو بخونید و اگر میتونید خوب ترجمهش کنید. درود بر شما. بله خدمتون که عرض بشه در این مطلب دول حافظ میگه جنگ هفتاد و دو ملت همه را عوض بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. این در مورد افرادی هست که در حقیقت رابطه علت معلولی کودتا را متوجه نشدن و عملا هنوز می نویسند و هنوز هم از هان مردم رو مخصوص می کند و این خود خیلی باعث ناراحتی است با من. بله واقعا رای افسانه میزنه. بکنم من در خدمتتون هستم برای هر سوال دیگر که ممکن است در این مورد داشته باشم. بله جناب بینا یک نکته مهم اینه که خواستم به اشاره کوتاه بشه بعدم یه پرسشی. متن پیشنهاد تصویب شده یه قانون ملی شدن صنعت نفت با عنوان به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی با این عنوانه. این نکته خیلی جالبی است که این تأمین صلح جهانی یعنی واقعا دیده می شده که یا همواره دیده بودند که این چقدر می تونه ملی شدن صنعت نفت به صلح جهانی کمک کنه و این همه دست غارتگران باز نباشه که دنبال جنگ و دنبال خشونت باشن. نکته به نظرم خیلی مثبتی بود در این موضوع، در این اشاره و تاکید. یک بسیار مهمه. بله بسیار مهمه به نظر من. بعدم یک نکته دیگر این که من میدونم الان دیگه وقت نیست و وقتم خیلی کوتاه هست که حتما در فرصتی دیگر بهش بپردازیم، به نظرم خیلی ضروری است و خیلی
قابل تعمق و قابل بررسی، و اون اینه که اگر این کودتای شوم به انجام نمی رسید و شکست می خورد و همینطور کودتاهای پس از اون، وضعیت امروز جهان چگونه بود؟ آیا این همه جنگ و خشونت و خونریزی حاکمیت زور بازم بود یا نه؟ ببینید این سوالی که مثلا میفرمایید بهش میگن کانتر فکتوال توی بسات تکنیک، یعنی نه. که حقیقتی که اتفاق نیفتده ولی میتونسته یه آپشنی باشه، یه مطلبی باشه. درست مثل این که مثلا فرض کنید بگید در اواخر قرن چهارم بسرا بعد از میلاد در روم، اگر که روم توسط بسرا قبائل جرمانیک ترایز به گفته میشه، قبائل بستا وحشی میگفتن، وحشی ولی وحشی از این نواد به کار بردیم کردیم، این اطفال اینه خودشون به کار بردن، قبائل بستا از جرمانیک ترایز اومدن و گرفتن و روم رو بستا خالی کردند. اگر این اتفاق نیفتده بود مثلا حالا رومان امپایر امپراتوری روم کجا بود؟ این شباهت به اون داره.